آشنایی کافی با شرایط امروز داشته باشی و به جنگ رفته باشی میدونی که چگونه باید برابر دشمن به پیروزی رسید. این مقدمات رو توضیح دادم، حتی اینم براتون توضیح بدم. ما در دوران جنگ سربازانی داشتیم، دلاورانی داشتیم، به خصوص در نیروی هوایی خلبانانی داشتیم که بیش از 250 خلبان از دست میدیم. خلبانانی در جنگ شرکت کردن که اصلا حاکمیت و حکومت اسلامی رو قبول نداشتن. خلبانانی در جنگ شرکت کردن که دو هفته قبلش، یک هفته قبلش سر تا پای بدنشون شکنجه شده بود به خاطر رستاخیز که میخواستن کودتا بکنن در 18 تیر 59، یعنی یک ماه و نیم قبل از شروع وقوع جنگ. اینها از زندانها اومدن بیرون، زیر شکنجه قرار گرفته بودن و سرانشون یکی پس از دیگری مثل آیت محققی ها اعدام شدن. ولی اینها شرکت کردن، در یک روز 180 پرواز انجام دادن که در تاریخ کلاسیک جنگ های جهان بی سابقه است. به چه معنی؟ به این معنی که این اپوزیسیونی